درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه های فرهنگی و فراغتی تلویزیون دوشنبه. اینک برنامه بایشتی است، مهمانی کاشانه های شما. مهمانی نوبتی برنامه ماست راهبری بدهی فیلهارمونی دولتی تاجیکستان، آوازخوان ممتاز نجم الدین قلندر. خوش آمدید در برنامه بایشتی ها. در آغاز میخواستم درود و پیغام خیش را به بینندگانی که دیرباز منتظر بودند که مهمانی برنامه ما شما باشد زنده باشه، رسانده باشه. بگویند که ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود. فرصت رسید که قریب تگی یک دو ماه سه ماه ما میخواستیم که در این برنامه همین یک برنامه با همراهی شما ثبت نماییم و فرصت دست نمیداد. امروز من فرصت شد که با تماشابینان تلویزیون دوشنبه، مخلصان عزیز تلویزیون دوشنبه روبرو باشیم و در این برنامه، چون روزهای بهاری که هست، از ما خواهش کردن که یک آشی بسی علف تشکیل کنیم، یعنی که آشی بسی علف آماده کرده باشیم. خب بگوید که برای انمی آشی بسی علف ما چی لازم می شود و چی گونه باید این رو ما یعنی که پخته باشیم، آماده کرده باشیم؟ البته برای آشی بسی علف خودی سی علف لازم می شود، چکه، برنج، نمک، آب. در اساس همین حالی حاضر، حالا که ما برنج می اندازیم در اینجا، باز می شود که در دهه ها مادرامون اوماچ می مالیدند، کمتر آرد گرفته و اوماچ می مالیدند و آش مسئله با اوماچ هم کرده می شود. یعنی که دو نوع آش سی علف است، یعنی که یکی با برنج و دیگری با اوماچ، یعنی که با آرد رو گرفته کمی آب زده و مثل برنج آماده می کردن. خب اولین کاری که میکنیم، من فکر میکنم که این لحظه ما برنج رو شسته داخل دیگ میکنیم و آتش دیگمون رو فروزان میسازیم. و خب نجم الدین قلندر، من میخواستم پرسیده باشم چی چیز نجم الدین رو روی صحنه هنر آورد؟ چی بود که نجم الدین در دل پرورید تا هنرمند باشد؟ یک فیلسوف مروار جان با نام آلفرد کانر در مورد هنر چنین میگوید: هنر قابلیتی است که او را به ما یگان استاد نمی آموزد. یعنی که هنر این دادی خدا است که هر کس هم مثلا هنرمند نمی شود. در خاندانی هست که مثلا در هر خاندانی که اگر مثلا هنرمندی اگر مثلا در اون خانه تولید شد، یعنی که من فکر میکنم اون خانه یکی از خوشبخترین خانه ها می باشد. چون که مثلا هنرمند، یک هنرمند که در خاندان تولید شد، او میتواند چقدر خدمتی به مردم کرده باشد. هنر من هم فکر میکنم که این اولادی و اجدادی هم هست، چون در اولاد و اجداد ها اگر که مثلا هنرمند ها باشند، مثلا یکی هنری رسامی، یکی هنری مثلا یک ساز تراشی و ساختن اسباب های موسیقی، یکی هنری مثلا آوازخوانی و باز هنرهای بسیار، هنرها بسیار هست. و از آن جمله در باباهای ما، پدرای ما که قریب همشون هنرمند بودند، یعنی که به ارث گذاشته است. بله، از این لحاظ در اولاد ما، در اجداد ما هنر بسیار است، هنرمندا بسیار هستند، هنوز جوان ها، جیان ها بسیار هستند که مثلا هنوز خورد که باشند به هنر رو آوردن. بابای ما در وقتش مثلا به تنبور نوازی و دوتار نوازی و اسب سواری و چواندازی و گوشتینگیری بسیار معروف بودند. از همین جا ما هم همین مهری هنر، مهری سنت زیاد شد. خب کدام سال بود که شما در دل می پروریدید که شما باید هنرمند باشید؟ هنوز از شما باید آوازخوان باشه. از خردسالی، از صنف 6 هفته، در صنف 6 هفته می خوندیم ملکه رباب، کم کم چخه می شیدیم، کم کم می نواختیم، خیلی و می کردیم، آهسته آهسته همین خیلی رباب رو یاد گرفتیم. بعدم در صنف 9م و 8م و 9م و 10م علاقه اکاردیون یاد گرفتیم. خب بعدن بعد با دانشکده سند رفته در اونجا تحصیل کردیم. از پیش بسیار استادای بزرگ گذشته این کسب رو بسیار با دقت نگاه کردیم و هنرمندایی بودن که برای ما مثلا هنرمندای ما وقتی که در آینه های نیلگون تماشا میکردیم، هنری اون رو مثلا مخلصی میکردیم، این ما رو وادار کرد که مثلا ما به امیرای هنر رویم. چون مثلا در کشوری خودمون در همون دوره ها، کدام سال ها بود؟ سال های 80 79 80 81 82، میخیل 78 همه سال ها استاد آدینه هاشین بودن، استاد ظفر نازیم، استاد جرابیگ مراد،
و اپای نگینه بانو رو فواد ده چندین هنرمندوی بودن که انا بسیار با هنری خود علاقه ما نسل خردسال که بودیم در حالت مکتب میخواندیم در اونجا بسیار محوص میکردیم که با مانند آنها باشیم چون دوست مراد علی بود. بعدا وقتی که ما هنوز در دوره مکتب خانی بودیم ما در صنف هشتم من میخواندم که علاقه با شادروان کرامتالی قربان شناسایی پیدا کردیم و اون کس در ما چون ما در یک ناحیه زندگی میکردیم در یک چاره‌بینی مکتبی وا خوردیم در اونجا. ما از هنری اون کس در اونجا دیدم که چقدر یک هنری بلندی هنری چیز همه ما رو بسیار وادار کرد که با من همین هنر بیشتر مستحکم تر اینا نگاه کردن در کار استاد شما گفتید که یعنی که در ایام کودکی بیشتر مهر و محبت زیاد شد، اول به نوازنده بودن و پسان گذشتید به سرود خواندن، سرود ایجاد کردن و بید این شما هم گپ میزنیم هم از بحری آماده کردنی همین سیالف ها شروع میکنیم. خب میخواستم پرسیده باشم که کودکی شما در کجا پسی سر شد؟ کودکی من در همین دهه چارباغ نایه ورزاد در همینجا کودکی من گذشت و ما راستی در وقت مکتب خانی در کروژاک های مکتب اشتراک میکردیم بسیار. کدام مکتب رو ختم کردیم؟ مکتب 116 نایه رودکی، آزره رودکی، اون وقت نایه لینی بود. پس از اونه که شما مکتب میانه رو ختم کردید رهسپار شدید به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان. خب در کدام شعبه تحصیل کردید و چی برخورد کردید از آن همین بارگاه هنر؟ یک چیز بود که هنوز در صنف 9 میخوندیم شادروان پدرم مرا خواستن که با دانشگاه باشه یا دانشکده شهر سمرقند، یعنی میدونی چی خیلی میشده ترگول اینستیتوت دانشگاه تجارتی تجارت بود با فکرم من میخواستم ترگول اینستیتوت بود. اون کس میخواست ما رو با اونجا چیکارن چون که علاقه از اونجا یک متصدی آمده و با شادروان پدرم بسیار دوستی داشتن علاقه صحبت ها شدگی بود بعد ما را همونجا برده دارم بعد ما در همونجا تحصیل میکردم و این بینید که مهر هنر همین قدر برای من عزیز بود و همین قدر برای من مهربان بود که من وقتی که مکتب میانه رو خواب نمودم جتای گرفته و با دانشکده سند برده سپاریدم و آمدم با طرف پدر گفتم که من حجتامو با دانشکده صنعت سپاریدم. اون کس همه چی نگفتن، گفتن که اگر که همیجا میخوایی همیجا تحصیل کنی. و اونجا در کدام شعبه تحصیل میکنی؟ شعبه موسیقی و سرود. یعنی که شما در اونجا به حیث آوازخانه بلکه به حیث نوازنده بودید. موسیقی و سرود بود. در اونجا ما مثلا موسیقی هم میخوندیم، سرودخانی هم میخوندیم، همه همین رو در بر میگرفت. بینندگان عزیز، عینی حال نجنین خواندار پورای دل خیش رو می سرایت، پس از چند لحظه با خویم خورد. از عمری عزیز این بود ارمانم، از خود با جهان یگان نشانه مانم. از عمری عزیز این بود ارمانم، از خود با جهان یگان نشانه مانم. یک شهر اگر زیمان نماند باقی، یک باغ و یا نهالک سبزانم. بینندگان عزیز، ما از تازه کردن سیالف شروع میکنیم. خب نجم‌الدین اومده دنیای هنر، دنیای بارگاهی که در اونجا مهری هنر رو بیشتر برد از دلی شما بیدار کرد، با اون هنرمندانی که واقعا هم در سراسر جمهوری یعنی که شناخته بودند در این بارگاه هنر تعلیم و تدریس میدادند به شاگردان. البته. و شما اومدید به این درگاه، از کجا یعنی که مهری ایجاد کردن سرود شروع شد؟ یعنی که اولین سرود ها کدام ها بودند؟ وقتی که ما با سرودخوانی شروع کردیم و در دانشکده میخوندیم تحصیل میکردیم و در همون حالت ها بسیار وقت سرودهای استادای مثل زمزمه میکردیم و آنها رو میخوندیم. آیست آیست این همش در حالتی که بسیار مطالعه کردن بود است. بعد ما آیست آیست دیدیم که با ما مثلا وقتی که احمدزوی رو به احمدزوی رو آوردیم و رو به استاد آدین هاشم آوردیم، رو به استاد ظفر ناظم و آنها رو با دقت‌تر نگاه کردیم، دیدیم که چقدر یک غزلای پرمضمون میخوانند و به مردم پیشکش میکنند.
و ما هم مجبور شدیم که همون کتابوی گرفته یک بار ورق زده دیدن در کار. بعد اوشسته مطالعه کردیم دیدیم که در اونجا بسیار غزل های هستن که مثلا هنوز اونا رو یکم کس ممکن نسرایده باشن. همین خیلی اوشسته در وقتای کاری نمیدونم چی خیلی شد که کم کم آهنگم آهنگ بندی هم گویم که در ما پیدا شد و بعد بسیار آهنگایی که مثلا غزلایی که مثلا از کتابا میافتیم و چی میکردیم همونه بعد آهنگ میبستیم. خیلی اول کم کم خیلی نه اونقدر پورا میشد نمیتونستیم خیلی بعدا اساسا یاد گرفتیم. اساسا هر یک کاری که وقتی آدمش که شروع میکرده است اون سیقل میافته است پیش میرفته است دیگه. اساسا بعد دیگر هم که پیش رفت بعد بسیار آهنگای خود رو اجرا میکنیم. بعد آهنگای خود رو اجرا کردید، پیشکش مخلصان کردید، اولین سرودی که ایجاد کردید کدام بود؟ همچون سرودی نجم الدین قلندر. سرودی در امان باشد همیشه دور من دورانی من، خیلی یک سرودی درباره وطن بود. خیلی بعدن بود درباره مادر سرود واسسته، درباره وطن، درباره دوشنبه، درباره تاجیکستان، درباره عشق، محبت، همین خیلی اوسسته بعد رفتن. خب بیدار شروع میکنیم چون هم صحبت میکنیم و هم بینندگان ببینند که نجم الدین قلندر چگونه ان همین سیالف ها رو ریزه میکند و داخلی ان همین دیگ میکند. راستی در مسئله پخت و پز گیم اگر من قریب همه خوراکی رو پخته میتونم، معلومه 100% هم که نباشه قریب همش میتونیم. آش کرده میتونیم، آش کرده میتونم. باز دیگر خوراکی هم پخته میتونیم چون امروز فصل بهار که بود مثلا ما بسیار اینجا خواستیم که یک آشی بسیالف کنیم، اما آشی بسیالف هم بخیر کمتر کلانتر بریدن در کار میشد که برای آنه که شیره دیهد با لذت تر باید. خب میخواستم این لحظه پرسیده باشم که کدام سال دانشکده رو ختم کردید و پس از ختم دانشکده به کجا راه سپار شدید؟ سال 1985 وقتی که دانشکده رو ختم کردیم ما رو به مکتبی رقم 129 همون ناحیه مذکور و کار روان کردن و در اونجا طولی 4 سال به حیث معلم موسیقی و سرود کار کردم و بعدا به کاخ باربد شهر دوشنبه ما رو به کار دعوت کردن. یعنی که اون وقت در کاخ باربد کدام انسامبل ها فعالیت میکرد؟ در اونجا انسامبل نبود، انسامبل نبود و ما در نزدی همون کاخ باربد یک انسامبل با نام صدا که اگر مخلص ها بسیاری مخلص ها در یاد دارن این چیزا میدونن که مثلا ما انسامبل ما صدا داشتیم در اونجا با نام انسامبل صدا در نزدی کاخ باربد ما فعالیت کرد، تشکیل کردیم و تقریبا 5 سال در اونجا ما فعالیت کردیم، ما انسامبل فعالیت کردیم. خیلی چندین چقدر سرودا در اونجا ما آماده کردیم، پیشکش مخلصا کردیم و گروه هم بسیار گروه خوب بود. حالی هم هست همون گروه، حالی هم بسیاری همون برادرها با ما یک جا هستن، یک جا هم کاری میکنیم. شما که در این انسامبل فعالیت کردید پس هم به کجا راه سپار شدید؟ یک مدت با در یک شو بیرجه با همراهی زوراب کوکایف کار میکردیم، فعالیتی یعنی که مستقلانه کار میکردیم و بعدا با یک مدت دیگه در تئاتر لاوتی کار کردیم و همین خیلی خیب از پس کارهای هنری بودیم، دیگر یکان کاری دیگر ما نکردیم، همین کجایی که فعالیت کردیم کاری هنری بود و همین خیلی آیسته آیسته سال 2011 هم مرا به ناحیه ورزاب به حیث سرمتخصیصی بخش فرهنگ همون ناحیه دعوت کردند و در اونجا یک سال وقتی که ما فعالیت کردیم مرا در اونجا مدیری فرهنگ ناحیه تعیین کردند و 7 سال دیگر در اونجا فعالیتی مدیری فرهنگی پیش بردیم. خب چقدر که تونستیم با هنرمندا یک کمک کردیم، کوشش کردیم که مثلا یک هنرمندا دستگیری کنیم و خب با امر تقدیر من با امروز
با فیلارمونی دولتی با حیث روبری بدی دعوت کردن امروز در اینجا فعالیت کرده استودیم. خب بیاید هم سیالف ها رو امودا میکنیم هم گپ میزنیم و چون یک لحظه تنفس دیگر داریم و میخواستم این لحظه لطیفه رو بگویم پس از آن وارد سوال های دیگر شوم. از مرد میپرسند که زنت رو بسیار تر دوست میداری یا اینکه ماشینت رو؟ میگوید که البته زنم رو. میگه چرا بیوه یکون کار کرده نمیشود؟ میگه چرا نمیشود؟ میگه چون که ماشین به نام زنم هست. وضع اولوی شما چگونه است؟ وضع اولوی اولادار هستیم، صاحب 5 فرزند هستیم، علاقه فرزند ها در همین یکی در دانش کده سنت تصویری تحصیل میکند و دیگری در کالج احمد بابا خول در پسرچم در اسباب قانون و خیلی که با شوهر رفتگی دیگرش با خورتر هستن از دیرم خیلی بیشتر در سرود و ترانه ها مهر و محبت از مکتب احمد زویر دیده می شود و شما نیز یک سرود در وصف احمد زویر سرایدید و چندین سرود های احمد زویر رو بازخواند کردید و می خواستم مهر و محبت به دنیای صنعت احمد زویر پرسیده باشم که چی گونه پیدا شد و چی گونه پیشکش مخلصان میکنید و تا به امروز از ایجادیات احمد زویر سرودها رو بازخوان میکنید پیشکش میکنید؟ هنوز در صنف هفتم می خوندم، هنوز احمد زویر زنده بودند. بعد یک رفیقای ما دوستای ما از ما کمتر کلانتر بودند، به ما گفتند که ما شبها پس از ساعت های 12 یک شب کانال های افغانستان میخفیم با واسطه رادیو، در اونجا یک هنرمند بسیار سرودای خوب میخواند و از اون جمله من هم همون بعد از ساعت های 1-2 شب که وقتی که همه خواه میرفتن کانال رادیو همون کافته کافته موجی رادیو موجی رادیو کافته کافته همون روزی شد پیدا کردم احمد زویر دی و فهمیدم که این احمد زویر است. بسیار سرودای زور نغز میخواند، بسیار همه خیلی شیرین میخواند، همه خیلی سرودای پر مضمون میخوند که دیگر راست دیگر ما رو مفتون کرده بود. من دیگر دوی میخواستم که همه احمد زویر را گوش کنم و بعدا در صنف هشتم که مثلا ما از طرف مکتب با یک چهارابینی بر نایه رودکی رفته بودیم، در اونجا من هر یک مکتب در هر جا جمع شده ایستادگی بودن و از کجای یک آواز صدا با اسباب اکاردیون همون سرودی چون درخت فروردین احمد زویر چون درخت فروردین خود شکفته شد جانم دامن ازی خود دارم برچه کس بیفشانم همین سروده یک کس می نواخت و از ما را نمی ماندن که نزدی دیگر مکتب را می گفتن، هر معلم ها ما را در نزدی خود نگاه می داشتن و من رفتم در آنجا دیدم که یک طلبه همونجا در می نوازد با یک اکاردیون، اما اکاردیون هیچ فراموش نمیشد، اکاردیون رپساد یک گفتن یک اکاردیون بود، با همه اکاردیون می نوازد. من بسیار با دقت نگاه میکردم و از همون جا همون می نواختگی هم پای برد که من بسیار همون از دیگه جا آمده و همون را بسیار پیدا کردم. وقتی که تمام کرد به نزدی من آمد گفت که تو میدانی که از کسی؟ من گفتم از احمد زویر و این همون شادروان کرامت الله قربان بود. یعنی که اولین همکاری ها از همون جا شروع شد. وقتی که احمد زویر ما بیزار بسی کردم گفت که تو میدونی احمد زویر ما افتا من احمد زویر گوش میکنم شبا ایسی سا علاقه باید زیادتر بر وقت ترک ایما پیشتر چی کن. بعد همین سبب شد که دیگه ما همی احمد زویر بسیار با دقت شدیم و بسیار منتظر میشدیم که کی با یک اون سروی دیگه پخش میشد، اون ثبت ها نبود. بعد حالت هایی شد که ما بسیار سراغ و پای میکردیم. در همون وقت حالت های بود که از طرف تاجیکستان و افغانستان به حیثی ترجمان می رفتن، بعضی شخص های می رفتن و کافته یک شخص رو یافته از اون یک ثبت های احمد زویر گرفتیم و دیگر مستقلانه گوش میکردیم. خب استاد یک سرود دیگر هم در وصف از بین رفتن احمد زویر سرایده که در آغاز چنین سر می شود که سرودت رو به هر منزل شنیدم احمد زویر. بله، وقتی که در سال 2003 بود یک آزمونی ستاره سال چی میکردن؟ همون تشکیل کرده بودن آزمونی آزخانی بود
یعنی که در دو دوره میگذشت. در دوره اول در نوروز، در نوروز اول یکم دوره بود، ما در دوره دوم غلطیدیم، ماه ایون ایول، و در همونجا به مناسبت صدای عشق همون آزمونی مثلا انتخاب بود، انتخاب میکردن همونجا، در همونجا بعد من همین سرودی ظاهر ظاهر رو تیار کردیم، آهنگ تیار کردیم، همش تیار کردیم، شروع کردیم نوشتیم، در استودیو نوشتیم و همون سرود در کاخ باربد این صورت میگرفت. وقتی که سرود من همون سرود اجرا کردم، یبارا همون تالار، اهل تالار همه برای همون سرود از جا خسته بودن و با یک آواز جای اول رو به من مثلا پیشنهاد کردم برای همین سرود، که سرود بسیار مطابق بود، چون که اونجا سخنا هم در وصف احمد زهیر بود، رسم احمد زهیر در اونجا کلان کار زدگی بود، در زادروزی هم احمد زهیر همون گویم که همین را جشن گرفتند. همچه یک ارمغان شما پیشکش کرده این ترانه خش را. شاید این لحظه برای بینندگان باز یک پرچه سرود می سراید. پس از چند لحظه کارگردان اومده است که علاقه اشاره کرده است و دست که یک سرود را پیشکشی مخلصان کرده باشه. به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر جایی که بودم با تو بودم، ظاهر ظاهر. بینندگان عزیز و گرامی، برنامه با اشتیاق ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمانی نوبتی برنامه ماست نجم الدین قلندر و عین حال ما سیالف ها رو ریزه کردیم و برنج رو باشد در آب جوشونیدیم و بحری باز هم به نمک نامدن، علاقه نجم الدین قلندر از نمک دیگ میچشد تا فهمیده باشد که طعم و لذت انمی خوراک چگونه است. و خب نجم الدین قلندر، من میخواستم پرسیده باشم، تا اون لحظه گفتیم که شما در یک چند شعبه های فرهنگ و دسته های هنری کار و فعالیت کرده اید و میخواستم درباره سفرهای هنری پرسیده باشم، از اول تا به امروز به کجاها سفر کرده؟ از اولها وقتی که اتحاد شوروی بود، قریب به همه شهرهای روسیه ما سفر کردیم، به ازبکستان، به قرقیزستان، به قزاقستان رفتیم و بعدن با بازالت دولت افغانستان رفته بودیم. خب من باز در ماه همین دکبر بسیار دعوت میکردن، دوستا بودن که بسیار میخواستن که رفته با اونها که در شهرهای روسیه زندگی میکنن، بسیار دعوت میکردن که برای ما اومده کنسرت نشون دیم برای اونها و فرصت نمیشد، چون که با کارو بند بودیم، با چوربینیو بسیار بند بودیم، فرصت نمیشد و هم یک حالتی شد که کمتر فرصت پیدا شد. اونا هم دیگه فهمیدن که ما کمتر فرصت داریم، در ما رو دعوت کردن و 22 دکبر یعنی سال 2019 به شهر کراسنودار رفتیم، از اونجا شروع کردیم در شهرهای مثلا راستوف و ورونژ و دیگر همه تا مسکو رفتیم. طی یک ماه فقط سرود خواندیم، سرود ایجاد کردید و پیش کشید؟ سرود ایجاد نکردیم، فقط سرود خواندیم. خب شد که 5 ساعت 6 ساعت هم سرود خوانی کردیم، چون که بسیار تشنه بودن، جایی رفتیم که بسیاری بچه ها اونجا این سال ها از شعر و سرود های تاجیکی عقیب مانده گیا بودن، یعنی که تشنه سرود، تشنه شعر و سرود بودن، سرود ها بودن و بسیار میخواستن که ما بیشتر با اونها سرود اجرا کنم و همین خیلی هم میکردیم. من راستی در مدت همین یک سال بسیار دوستا ده گفتم که من یا 3-4 ساله سرودای نخوندگی خواندم گویا. من ندیدم که نجم الدین قلندر با کسی بدیهه خوانده باشد، با کسی دویت خوانده باشد، شاید در وقتای تای سالهای اخیر باشد. یک بدیهه ما با همراهی غنچه‌گل دولت خوانده بودیم و یک بدیهه دیگه با یک شاگرد دارم گدالی خدای داد، با هم دیگر بدیهه نخوندیم، دویت هم نخوانده. نه نخوندیم. بسیار آهنگای ما با همراهی یک شاگردی دارم گدالی خدای داد گفتم، با اون کس مثلا تیار میکردیم، دو نفر هر دمون ششتا مثلا غزل انتخاب میکردیم و آهنگ میبستیم و باز دیگر آهنگای دیگر استادایم خواندیم.
یک سرود با نام تنهایی است که با قلم خیراندیش نوشته شده است. در کلبه تنهایم خدا. این اصلا این از طرف یک برادر که یکی کمال میگم خالمرادوف کمال هستند، اون قسم بسیار همی در جاده هنر یک توجه دارن، خودشان هنرمند هم که نباشن یک توجه دارن، با من نشستن و همین یک پیشنهاد کردن یک چیزی که مثلا ما میخواییم که یک چی همی خیل یک شعر یک سرود شود که همی خیل معنی داشته باشد، همی خیل آهنگ باشد گفته. همین ما در مدت قریب یک ماه گویم که آهنگ تیار کردیم، آن کس پیشنهاد میکردن من کارکرد میکردم و تا اما اندازه ای که همه آدم یعنی که قناعتمند شدن. وقتی که آن کس قناعتمند شدن با رو به سخن آوردن در کار بود، ما سخن بسیار فکر کردیم، بسیار هر همه پهلوی فکر کردیم و خلاصه کردیم که باید استاد خیراندیش رو ما دعوت کنیم و استاد خیراندیش رو دعوت کردیم، آهنگ شنوانیدیم، معنی آقای کمال همش فهمید که چیکار کردن در کار، همین سرود باید هم خیلی معنی داشته باشد. اون کس هم ششته در مدت یک دو روز سه روز آهسته 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 همین جمله بندی ها و با آهنگ توغلی کردن همین نوشتن که جور ساختن شعر با آهنگ بله و سرود رو در همین جا خیلی گویا که کارکرد کردیم، ارنجرافکا کردیم و بعدا و شهر تاشکنت ازبکستان روان کردیم، در اونجا اونها اونو گیتارو و سویدن و اونو چیزاشا در اونجا کردن تیار کردن، بعد روان کردن با ما، با مردم پیشکش کردیم، بسیار مقبول آمد. زمزمه ماهی حملم خواب و خیال بی خللم. بینندگان عزیز و گرامی، برنامه با اشتیاق دوما دارد و مهمان نوبتی برنامه ماست نجم الدین قلندر و سرپرست برنامه ماست شرکت قنود 3 تا 5 و ما اون محصولاتی که روی میز بود هم را یک جا کرده وارد دیگر گردانیدیم و چند لحظه منتظر میشویم تا انموسی الفی ما اومده گردیده باشد. ما برای اون که خوراکمون باز هم خوشتمتر آید، ما چکر آب میکنیم و منتظر میشیم تا اون لحظه ای که خوراکی ما آماده گردیده باشد. خب نجم‌الدین، من میخواستم پرسیده باشم، اطراف هنر صحبت داشتیم، اطراف ایجاد سرودها صحبت داشتیم، آماده گردید، پس اون چی شد؟ پس اون وقتی سرود رو تیار کردیم با مخلص رو پیشکش کردیم و اون کسایی که شنویدن معنی سرود رو شنویدن خب فهمیدن که ما چیکار کردیم. خیر اکه گپ در اون میرود که همون هر یک شعر و هر یک سرودی که مثلا هر یک این هم این یک اثر هستند، در یک اثری که وقتی که ما ایجاد از طرف ما ایجاد میشود مثلا به مردم پیشکش میشود، اون البته یک موضوع خود رو دارد، یک معنی خود رو دارد. و استاد میخواستم پرسیده باشم، شما بیشتر یک در دوره های سال های تا 2000 یعنی که بیشتر مردم منتظر سرود و آهنگ ها می شدند، کلیپ کنسرت ها می شدند، کنسرت ها می شدند و یک چند وقت دور از مخلصان شده، چرا؟ بله، همین وقتی که با کارهای مثلا در شعبه فرهنگ وقتی کار می کردیم، کارهای رهبری دیگر چهار بینی ها بسیار می شد و من باز یک چیز دیگه خودم را بسیار خوشبخت میکنم که در همه حالت ها ما میتونستیم که دیگر به همین کسب قریب که نتونیم دست دادیم، لیکن من روزانه میرفتم کار میکردم در فرهنگ با چوربینی رو تیار میکردیم که مثلا هر یک چوربینی، بعضی چوربینی کلانی که هست مثلا به مانند استقلالیت و نوروزی وحدت ملی، این ایده ها رو ما قریب دو ماه سه ماه تیاری میدیدیم تا سرود ها انتخاب می شود، تا سیناریش می نوشتیم، تا اینو می کنیم اصلا دو سه ماه هم اینو آماده می کنیم، تیار می کنیم و همین رو من گویم که من آماده در خانه شبانه باز کار می کردم، اسباب گرفته و بسیار آهنگ ها در همون دوره ایجاد شدن که مثلا اون دوره بسیار یک دوره بود که مثلا وقت نهایت کم بود، روزانه می رفتیم کار میکنیم تا بگا از کار می بید مانده شدگی، مثلا می آمدیم یک دو ساعت دم می گرفتم، شبانه حتما کار میکردم
تا ساعتای دو سه شب کار میکردم با سحر خسته با کار میرفتیم با مقصد یکی مثال همین هنر از پیش ما دور نشود این هنر بسیار یک کاری نازک است هر کسی که به هنر رو می آورد بسیار به مانند ما بسیار به یک ذوق بسیار کوشش میکند که من هنرمند باشم به مانند دیگر رو وقتی که وارد می شود و می بیند این روی بی‌نهایت مشکل است بی‌نهایت مشکل است این روی آسان نیست که مثلا همه تیز شناخته شود و همه تیز مثلا آهنگساز شود و زود سرودش با دلی مخلص جای گیرد مخلص رسد چندین بارها شما اینه که کنسرت خود رو برپا کرده بحری مخلصان و میخواستم اطراف کنسرت های خود کمی روشنی می انداختید که کدام سال کنسرت های خود رو پیشکشی مخلصان کرده کنسرت ها اصلا در کاخ بربت صورت می گرفت دو سه کنسرت ما در کاخ بربت صورت گرفته بود و در همونجا در یکی از کنسرت های ما سالی اول های 92 بود در اونجا یک آهنگساز با نام مسحور جمال از دولت افغانستان یعنی که دولت با ما همسایه و همزبان که یک چند سرودای آن کس رو آهنگوی آن کس رو احمد زویرم اجرا کردگی هست شبهایی ظلمانی و چند سرودهای دیگر رو که از مسحور جمال است مثلا احمد زویر اجرا کردگی است بسیار یک آهنگسازی خوب با من همون که در کنسرت ما اشتراک کرده با من یک آهنگ توفه کرده بودن آن کس یک آهنگ توفه کرده بودن بعدن آهنگ رو ما خیلی کارکر کردیم خواندیم بعدن کنسرت ها در امفیتیاتر صورت می گرفتن امفیتیاتر آهارون صورت می گرفتن اونجا هم سال 2007 یک کنسرت بسیار خوب کرده بودیم من سه کنسرت که در کاخ بربت مانده بودم من سالا 90 و 91 کنسرت ها پر را به طرز زنده بودن اونجا یکمون خیر فنگرام استفاده برده نمی شد کنسرت ها وقت سال 2007 وقتی که ما در اینجا کنسرت کردیم علاقه امکانیتی زنده کردن نبود مجبور شدیم سرودا رو فنگرام کنیم و با واسطه ثبت پیشکی کنیم بعد با مردم پیشکش کنیم که این برای من راستیگم اون خدم سند نیست ما اون یک همو کنسرت کردیم در همونجا گرچند وقتی که در همونجا بم برآمد میکردم مردم شیشتگی بودن تماشا میکردن هزار آدم زیادتر اونجا تماشا میکردن و نمیشد اون چیزی که میخواستم نمیشد داده به مردم چون که اونجا هم علاقه ثبت شدگی خو هم اون چیزی که در ثبت بود همون میرفت و امروز هم کنسرت ها همه خیلی صورت میگیرند مثلا به طرز فنگرام صورت میگیرند و همین چیز نمیخواید که باز آن همه صورت ها به طریق فنگرام پیش بکشی مخلصان کرده باشه بینندگان عزیز گرامی برنامه بایشتی های دامه دارد و خاطر رسان میکنیم که مهمونی نوبتی برنامه ماست نجم الدین قلندر و این شام ما بحری شما یک آش سیالف رو آماده کردیم و البته در کوهستان آش سیالف رو با چکه بیشتر استعمال میکنن با لذت تر میآید و عین حال نجم الدین آماده است که آنمون آش سیالف یعنی که پیشکش کرده باشد من از آن چشیده باشم و از طعم و لذتش آن به شما قصه خواهم کرد و میخواستم این لحظه پرسیده باشم که عین حال چی نقشه ها دارد که میخواهید که پی عملی کردنی آن باشد من فکر میکنم که چکر رو نیست ما وابسته به هر یک کس با طعم و لذت و خواهش خود انتخابی. یعنی که انتخاب میکند و وارد آن همین کاسه خود میگرداند بله خب البته من باور دارم که هر یک هنرمند یک ارزو دارم فقط سرودای نو غزلهای خوب پر معنی پر مضمون باشد به مردم پیشکش کند چون که ببینید که مثلا تمام مردم عادی وقتی که هنرمند میبیند از هنرمند یک عبرت میگیرند چون ما در تلویزیون ها در رادیو ها مثلا بعضی سرود ها میخونیم اگر سرود ما مضمونن پست باشد این به بیام که به شنونده نه اونقدر تأثیری خوب نمیرساند و اگر غزلی خوب باشد حتما تأثیری خود را میرساند چون که این غزل ها حضرت حافظ و حضرت بیدل و مولانا جلال الدین بلخی چقدر سخن های بلند گفتند که مثلا
ممنونم در یک غزل خود رو میارد و میگوید که چند گونه یو تار زیما یافت نوا ما را تو نگو که بینوایی. و بینندگان عزیز من این لحظه از انمی تم و لحظتی انمی خوراک میچشم و پیش از آنه که من از انمی خوراک چشیده باشم آخرین سوال در برنامه بایشتی همین است. بحری هر یک نفری که در این برنامه اشتراک میکند و از روزگار و زندگی اون من بحرتون قصه میکنیم. خب نجمی بگوید که طول یک ساعته که در برنامه بایشتیو بوده چی بود بحری شما برنامه بایشتیو؟ راستی برنامه بایشتیو رو من تماشا میکردم و بسیار هنرمندا شما هر خیل خوراکا تیار میکردید و امروز که در فصل بهار بود ما یک آشی و سیالف تیار کردیم و چیلی که من گفتم راستیگه من بسیار خوراکا رو پخته میتونم، از دستم بسیار خوراکا رو پختن می آید. یکون وقت دیگه یکون خوراکی ایتر کمتر دیگر خیلتر شاهانه تر و ما منتظر می شویم که همون روز فرا رسته باشد، اما چون این لحظه وقت به برنامه ما کم مونده است و ما از همین لحاظ از ان همین خوراک چشیدن میکنیم و از تمام لذتیان به شما قصه خواهیم کرد. کم در خوم نیست اکا؟ خیلی جوشید است ازیو فکر میکنم که پس از چند لحظه که می جوشد خوراک پخته می رسد همی تاور است و باور کنید اول یک پختون چشنه نیاشده گیا یک حضل کردیم بحری شما و ایسار سپاس میکنیم برای دعوتی ما رو پذیرفتن آمدن در برنامه بایشتی و شرکت ورزیدن و یک آش سیالف رو پیشکش کردن و من کمی خواستم با شما شوخی کرده باشم و این لحظه از نامی سرپرستی برنامه بایشتی و شرکتی قنادی 3-5 من به شما یک شیرینی تحفه میسپارم. سون تلویزیون دوشنبه بربری ها در همین روزهای بهاری همین را خواهانم که در تاجیکستان ما همیشه به مانند امروز صلح پایدار باشد و بگذارم حکومت و همه دولت ما همیشه پاینده باشند، پر قدرت باشند و امروز ببینید که در تاجیکستان یک فضایی هست که فقط فضا ایجاد کردن در کار، فقط کار کردن در کار، مهنت کردن در کار تمام. تشکر زیاد میگویم و بینندگان عزیز گرامی اینجا باشد وقتی به برنامه موجود شده به انجام میرسد. در انتها بهرتون خانه آباد و روزگاری آسوده را تمنا داریم. با شما بودیم هنرمند ممتاز راهبری بدیعی فیلهارمونی دولتی تاجیکستان نجم‌الدین قلندر شرکت قنادی 3-5 و من مهرآور اسدالله. تا نزدیکترین دیدار خیر عزیز خواه.